بفرمایید قربان. سلام عرض میکنم قربان. سلام، خواهش میکنم. سوال من این بود از حضورتون که به ما قدیم یاد داده بودن که شبای جمعه اگر یک دونه حمد و قل هو الله برای درگذشتگان بخونی، اینها آمرزیده میشن و طلب آمرزش براشون بکنید. این یکی. یکی هم میگفتن اگر مثلا در محضر یک امامی مثلا کربلا یا مکه اونجا دعا بکنی بهتره، خوبتر میشه، طلب آموزش سریعتر به اون مرحوم یا مرحومه میرسه. و ضمناً در اوقات مختلف هم ما خدا رحمتت کنه مادر، خدا رحمتت کنه پدر، اینها چه اثری داره؟ آیا واهیه یا اینکه واقعا اثری میتونه داشته باشه؟ میخواستم از حضورتون تقاضا بکنم در این رابطه یک مطالبی بفرمایید که برای ما اقلن از نظر علمی مفید واقع بشه. برای سپاسگزارم. روی خط میخواید باشید یا میخواید از رادیو بشنوید؟ قربان هر جوری هم بفرمایید. نه تمنا میکنم، میخواید روی خط باشید. بگذارید من مطلب رو با اجازتون دو تا قسمت کنم. یکی برگرده، یا سه قسمت. یکی برگرده به آنچه که در چارچوب نظام باورها و اعتقادات مذهبی هست که من یه توضیح شاید راجبش بدم ولی نظری نخواهم داشت. اما یکی چون اشاره فرمودید به جنبه علمی مسئله که بدون تردید مرتبط به موضوع هست، یه نظر کوتاهی خواهم داشت. اما قسمت سوم که از همه ساده تر است این است که من و شما برای ایجاد ارتباط با آدم ها یا وقتی که به یاد کسی میفتیم، معمولا اگر یک جملاتی، یک مطلبی رو به صورت پذیرفته شده یا نوعی تکرار شده داشته باشیم، کارمون رو ساده میکنه. بنابراین وقتی که فرض بفرمایید من و شما، من در خودم عرض میکنم، اگر پدر و مادرم که فوت کردن رو به یادشون بیفتم، خب یکی از حرفها که به جای اینکه جملات متفاوتی بگم میتونم بگم خدا بیامرزتشون یا خدا رحمتشون کنه. معناشم دو چیزه. یکی این که میخوام ارتباطم رو نشون بدم و ضمناً چون دستم از همه طرف از چاره کوتاه هست که کاری برشون بکنم و فرضی هم که دارم، حالا یا پذیرفتم کامل یا ناقص یا به هر حال در موردش ممکنه شک داشته باشم، چون اونها همچنان وجود دارند و حضور دارند اما در یه مرحله و مقام و جایگاه دیگری، با گفتن این که خدا رحمت کنه یا خدا نور به قبرشون بباره یا هر چیزی از این قبیل، درخواستی کردم که در یه جای دیگه یه کسی یه کاری بکنه. درست بسید که شما ممکنه به فرزندتون بگید یه سری هم به خاله یا عمه بزن، دل تنگن. بنابراین یه موردش میتونه خیلی عادی باشه. یعنی من مردمان فراوانی رو دیدم، مثل تعارفاتی که میکنیم که ممکنه شما وقتی به کسی میگید قربونتون برم یا فداتون بشم یا لطف دارید یا نمیدونم خوشحالم از دیدارتون، خیلی اینا هیچ کنمش نباشه، اما اینا به صورت جملات پذیرفته شده است که کار ما رو سهل و ساده میکنه. بنابراین خیلی از اوقات واقعا افراد از گفتن این حرفا معنا و مقصود خاصی رو در ذهنشون نیست. اما بریم سراغ بحثی که فرمودید. اولا در خصوص دعا و یا هر مطلب خوبی، از نظر علمی دو چیز رو میدونیم. یکی این که میدونیم وقتی که من و شما درباره هر مسئله و مشکلی جملاتی از این قبیل میگیم، یه آرامشی و یه امنیتی هر اندازه کم و کوتاه پیدا میکنیم، نه به خاطر تأثیر احتمالاً داشت، چون بحث علمی است، به خاطر اون احساسی رو که در خودمون موجب میشیم یا کمکی رو که ممکن میبینیم یا عملی میبینیم یا قطعی میبینیم. بنابر این وقتی که من و شما مثلا امتحانی داریم یا من و شما در معرض خطری هستیم و به گونه های مختلف یه چنین توجهی رو میکنیم، میدونیم به ما یه امنیت و آرامش و یا یه احساسی از خوشبینی و امیدواری میده. همونطور که اگر احتمالاً فریاد بزنیم پدر و مادر اونو به کمک به طلبیم و از ناحیه اونها فکر کنیم کمکی یا جوابی میرسه، به ما یه قوت قلبی میده. پس تردیدی نیست که مطالبی از این قبیل کمک میکنه. حالا مخصوصا اگر فرض بفرمایید، چون اشاره فرمودید کسی پدرش مادرش فوت کرده و شما در این باره که رحمت بشه و دعا میکنیم و ببخشاید خدا و چنین و حرفا، خود اون فرد رو یه ذره از غم از دست دادن عزیز آسوده میکنه. دوم، بدون تردید کار دعا یا هر مطلبی مانند اون
غالبا یه آرامش ذهنی به وجود میاره که خود اون سبب میشه من و شما بتونیم همه اطلاعاتی رو که در ذهن داریم در صحنه حاضر کنیم. یعنی به همین جاست که خیلی از افراد ممکنه به گونه‌ای که خود باور دارند درگیر یه نوع مراقبه مدیتیشن یا نوعی حالت آرامش بشن یا از طریق خواندن اورادی یا دعا و نیایشی یا نمازی به گونه‌ای خودشون رو در یه آرامشی قرار بدن که اتفاق به هر حال مخصوصا برای آدمی که باور داره میفته، حالا هرچه که این رو بهش اضافه کنه در یه مکانی از نظر او مقدس باشه، در یه مسیر خاصی باشه، و اون آرامش بهش فرصت میده که همه اطلاعات ذهنش رو به نوعی در اختیار داشته باشه و بتونه از نیروهای بیشتری استفاده کنه. پس بنابراین تردیدی وجود نداره که توجه من و شما به هر چیز، هم از اینکه واقعی باشه یا نباشه، همینقدر که من باور دارم، همینقدر که من اعتقاد دارم، همینقدر که من اون رو به نوعی مفید و مؤثر میدونم، یک در جهت ایجاد امنیت و آرامش در من و یه نوع فرصت دادن به خوشبین و امیدوار بودن، و هم از جهت دیگه در چارچوب داشتن یه ذهنی آرامتر که فرصت میده اطلاعاتی رو که خودم حداقل از گذشته داشتم همه رو در اختیار داشته باشم کمک میکنه. اما در جهت این که آیا واقعا نقشی داره یا نه، و میدونید که شما دو سه تا نظر رو میتونید داشته باشید. یکی این که نه، اینا همون تأثیر روانی رو دارن که عرض کردم و همین، و غیر از این هم نقشی نداره. علتش هم این هست که فرض من و شما میتونه این باشه که در یه جهان مادی زندگی میکنیم که بر اساس قوانین فیزیکی و مکانیکی حرکت میکنه و در این قوانین این حرفا اصلا جایگاهی نداره. به همین جهت است که شما هم از این که دعا بخونید یا نخونید بنزین اتومبیل تمام میشه، هیچ وقت این بنزین دو برابر نمیشه یا مصرف اتومبیل کم نمیشه که من و شما رو به یه جایی برسونه. احتمال این که در اثر دعا شما یه امنیتی پیدا کنید، اطلاعاتی از ذهن بگیرید که اگر سرعت رو مثلا به 50-55 مایل برسونید بیشترین بازده رو از بنزین میتونید داشته باشید، پس طولانی ترین راه رو میتونید برید رو که بر اساس فرض قبلی هست رو میتونن بفهمند و بپذیرن و میشه مطرحش کرد. اما این که به دلیل دعای من یه اتفاقی تو این دستگاه مکانیکی و یا در قوانین خلقت بیفته از نظر یدهی کاملا مردوده و در نتیجه معنایی نداره، چون اصلا وجود نداره یا اصلا جایی نداره. گروه دوم حرفشون این است که اگر ما در جهانی زندگی میکنیم که نیروهای دیگری میتونن دستن در کار بشن، یعنی حالا یه جوری این بنزین کم آمده من شما رو اضافه کنن، بنابراین یه نظام باورهاست که فکر میکنن به صورتی کاملا غیر به اصطلاح مرتب به دلایلی من میتونم کمکی از یه جایی بگیرم، که غالب اوقات این نظریات شاید خیلی محکم نباشه، به دلیل اینکه اگر اینجوری بود باید خیلی از جای دنیا به خاطر اینکه مردم چند برابر جای دیگه دعا میکنن یه وضعیت دیگه ای داشته باشه، یا در گذشته که خیلی از مردم تمام عمرشون در حال دعا کردن بودن با اوضاع یه جور دیگه بود، در حالی که به هر حال نیست. ولی این گروه فرضشون بر اینه که این کار اتفاقا میفته. همون جمله‌ای که شاید هم هستاری بندم شنیدم، مثلا از خدا رو چه دیدی، حالا شاید چنین و چنان شد و یه دین گفتگوار دارن. گروه دیگری هستن که فرضشون بر این است که از اونجایی که علاوه بر این جهان مادی جهان غیر مادی هست و خالقی هست، شاید یه قوانینی اونجا وجود داره که اون قوانین رو اگر شما بهش دسترسی پیدا کنید اونا یه تغییراتی رو بتونن از طریق تغییر این قوانین موجب بشن. به بیان دیگه یه گفتگوهایی به واسطه برخی به این صورت انجام شده که فرض بفرمایید من و شما اگر غذایی بخوریم بدن به یه مرحله موسیقی خوبی بشنویم، به یه آرامشی هم دسترسی پیدا کنیم، این غذا بهتر هضم و جذب میشه، در حالی که عمل مکانیکیه. ولی شما اینجا فرض کنید با آرامشی که به وجود بیاره یا شنیدن موسیقی یا بودن کنار یه عزیزی یا جمع دوستان که همه اینا میدونیم اثر میکنه، حتی روی اون غذا تأثیر میگذاره. باورشون این است که شاید یه قواعد و قوانین روحانی هم حاکم باشه، نه در جهت تغییرات اساسی، برای که اون رو واقعا کمتر کسی دیده، بنده که فکر نمی کنم به اون صورت اصلا اتفاق افتاده باشه، ولی به هر حال یه جای کمی اینجا داشته باشه. حالا این یا به همون صورتی است که از نظر علمی مطرح است که به دلیل آرامش ذهن و ضمیر
و به خاطر در اختیار بودن همه اطلاعات اونه که یه ذره گشایشی در کارا پیدا میشه، یا اینکه واقعا یه تغییرات دیگری به وجود میاد. بنابراین واقعا چون قابل اثبات و رد نیست به جایی هم نمیرسیم. مطالعاتی هم که ظاهرا شده که متاسفانه برخی از اوقات هم یه دربارش حرف میزنن و یا اخیرا فیلمی که آمده بود که یه چنین ادعاهایی داشت، بعدن معلوم شد همش متاسفانه ساخته و پرداخته یا ذهن یا ساخته و پرداخته تولید کننده و عرض کنم کارگردان بوده و حتی استادانی که در این گفتگوها شرکت داشتن که دو نفری اصلا این کار کردن که ما جمعهمون این نبود و از 5 ساعت صحبت ما 5 ثانیه‌اش رو اینجوری در آوردند و ارائه دادن. اینو به این دلیل عرض میکنم که واقعا کار یه مقدار دقیقی که اگر روش شده باشه به جایی نرسیده، چون میتونه به این صورت باشه که شما به دو گروه مختلف اون رو در شرایط قرار بدید، برای یه دعا کنید برای یه نکنید، بعد ببین جواب چیه. از این کارا یه ذره کردن، ولی بعد تو از نظر متدولوژی و نتیجه گیری و تفاوت‌ها کاملا نشون دادن که نه، این کار خیلی پایه و مایه‌ای نداشته. و البته کسانی که از قبل دلشون می‌خواسته اینا رو ثابت بکنن دنبال این کارا راه افتاده بودن که انسان توانایی این کارو داره. بنابراین کوتاهش بکنم اگر خدمتتون، من و شما در اثر کاربرد درست کلمات و الفاظ یا نظام باورها و اعتقاداتمون یه آرامش و امنیتی و یه امکان دسترسی به همه فرصت‌ها و امکانات رو میتونیم به وجود بیاریم، حالا نامش رو هر چی میخواید بگذارید. ولی در جهت اینکه من فکر بکنم نیروهای در کار هستند و اوضاع رو به هم میریزند، دیگه برمیگره به نظام باورهای شما. و اگرم واقعا یه مقدار دنبال این حرفا به صورتی یه مقدار دقیق و واقع بین و با کمی هم تردید حرکت کنید، غالب اوقات به این نتیجه میرسید که خیلی مطلب قابل اثباتی شاید نباشه، ولی همچنان باور باور است و اعتقاد اعتقاد. و اون موارد هم باید دید که فرد چگونه میخواد این موضوع رو توضیح بده و توجیه کنه که خود اون برخی از وقت گرفتاری به وجود میاره. یعنی ما در جهانی زندگی میکنیم که قوانین فیزیکی و مکانیکی تقریبا دارن کار میکنن و هر زمانم که اینا کار نکردن و موجب خوبی یا بدی شدن، اگر دنبالش بریم میتونیم علل و عواملش رو پیدا کنیم. و هیچ وقت نشده که ما در جهت توجیه مسائل دچار یه مقدار بخت و حیرت بشیم، مگر کل خلقت که برای خودش حیرت رو میاره. حرفایی هم که زده میشه اینجا و اونجا رو همونطور که عرض کردم، اونایی که به دنبالش رفتن دیدن که قابل توضیح از نظر طبیعی هست. همین چیزی که الان در ساکرامنتو اتفاق افتاده، داستان گریه‌ای که هست، خود کسی که مسئول اون معبد بود گفت که ما به دنبال تحقیق نمیریم چون احتمالاً یه توجیه طبیعی برش میشه پیدا کرد، بنابراین ما هم نمیخوایم با باورهای مردم کاری داشته باشیم. این کسی بود که خودش مسئول اون به اسم مرکز روحانی بود. اینه که نشون میده آدم های یه مقدار روشنبین متوجه مسئله هستن که این سیستم اینگونه با دخل و تصرفهای بسیار همراه نیست. این است که امیدوارم این توضیح، چون قصد این ندارم که به باور و اعتقادات کسی توهینی شده باشه یا احتمالاً تردیدی، برای که این کار من نیست، ولی در چارچوب کلیش عرض کردم که این افکار و عقاید هست. قربان، مطالبی که فرمودید یک دنیا سپاسگزارم. فقط سوالی که برای من پیش میاد ممکنه که خیلی کوچک باشه، ولی در معنا خیلی با عظمت و بزرگه و میشه در موردش 24 ساعت هم صحبت کرد. یکی این که پس در این صورت وقتی من میگم مادر خدا رحمتت بکنه، مادر من روحش چیزی رو از گفته من نمیگیره. این یکی. دوم نه نه سب کنید. بله بله. ببینید، بذارید خدمتتون عرض کنم کسانی که باور دارن مساله رو چه جوری میبینن. کسانی که باور دارن به این که مادر خدا تو رو رحمت کنه، فرضشون بر این است که مادر من و شما زنده هست. این زندگی به نوعی در یک جهان دیگری ادامه داره. حالا این به شکل و فرمای مختلف. از نظر برخی ممکنه در هیکل فیزیکی و مادی باشه، ولی در یه جایی. از نظر یه عده‌ای ممکنه یه بدون بدنی باشه، فقط در عالم ارواح. گروهی معتقد فرضشون بر این باشه که منتظر روزی است. بنابراین یه چنین حرفی از ناحیه هر کسی، از جمله منی که فرض کنید فرزندش هستم،
بر اساس قواعدی که از نظر پیروان این نظر گفته شده و ارتباط عوالم هست موجب میشه که مادر به مرحله یا مقامی برسه یا گناهی یا خطایی یا اشتباهی یا هر چیزی در اون تغییر پیدا کنه. این درست مانند من و شماست که ویتامین مصرف میکنیم. بنابراین فرض اونا بر این است که این گفتار مخصوصا از زبان، چون در مباحث مذهبی و فلسفی آمده یا گفتگوهای از این قبیل، از زبان غیر و از زبان کسی که در حقیقت منفعتی نداره، بر اساس قواعدی که از اثر میگذاره. بنابراین شما از طریق دعایی که برای مردگان میکنید یا از طریق خیرات و مبراتی که به نام اونها میکنید، از اونجایی که خوبی رو اشاعه میدید، این خوبی نه تنها در این جهان که در اون جهان هم اثر میذاره و بر این اساسه که این رو جدی میگیرن و فرضشون بر این، همونطور که اگر فرض بفرمایید کسی خطایی کرده، 5 نفر بیان تقاضای بخشش کنن یا گذشت کنن، اون دیگری میبخشه، این قاعده رو هم این افراد با این باورها برای این موضوع قبول دارن. نتیجتاً آنچه رو که انجام میدن فقط از سر یک آداب و ادب اجتماعی که من اول عرض کردم تنها نیست، بلکه بر اساس یه نظام باورهاست و به همین جاست که یه عده این کار رو به صورت مرتب و منظم و به قول معروف روزانه، هفتگی، ماهانه یا هر چیز دیگه انجام میدن و فرضشون بر اینه که اینا اثر میکنن. اگر غیر از این فکر کنن که فرض بر این باشه که مادری دیگه وجود نداره و یا احتمالاً جهانی نیست یا تأثیری نداره، خب این فقط میشه یه بازی، همون بازی که منم شما به هم که میرسیم میگیم حالتون چطوره، شما هم به جای اینکه من بفرمایید حالتون واقعا چطوره میگید مرسی متشکرم، یعنی فقط تشکر میکنید از توجه من به حالتون، ولی ابدا میدونید نه من با حال شما کاری دارم نه شما قراره درباره سردردتون یا کمردردتون صحبت کنید. اینو به این دلیل عرض کنم که باید فهمید کی در این کارو میکنه و معلومه که بسیاری از مردم دنیا هم در گذشته هم اکنون به این موضوع بسیار به دلایلی که حالا چرا اینها رو یا باور دارن یا تا چند اندازه میتونن این رو با آگاهی باور داشته باشن یا فقط همین گونه گرفتن یا از سر ناچاری اون رو پذیرفتن، اون یه قصه دیگری است، ولی این گونه بهش استدلال میکنن. یعنی اگر شما بهشون بگید چه میگی، حرفش این است که مادر من زندگی داره، کارش همچنان در بارگاه الهی مورد مطالعه و پاداش و تنبیهش همچنان در جریان، پس من از طریق این درخواست به کار او یک کمی سر و سامان بهتری میدم، همونطور که اینو میتونستم در زندگیم داشته باشم. میفرمودید پس قربان، این یک خانمی هستن که الان صحبت میکنن در احضار روح و میگوین این دنیا دنیاییست که ما رو آماده میکنه برای دنیای اصلی که اون دنیاست، و این خانمایی هم که الان دوتا یکی یکی بم میمندن به خودشون، میرن 40-50 نفر رو عروسی مردم رو به هم میزنن و میکشن و اینا، مثل اینکه کارشون درسته اینجور که خب. الان من از تلویزیون شنیدم میرن اون دنیا که زندگی اصلی رو اونجا شروع بکنن. خب. اینجا زندگی پوچه. نه خب ببینید، همین جاست که 3-4 تا فرضی رو که شما بهش اشاره فرمودید رو باید من یا باور کنم یا یه نوعی اثبات کنم. اولین مطلبی که بهش اشاره فرمودید که من باش، نه اینکه با نظر اصلی، با نظری که بیان فرمودید مسئله دارم، این است که یک کسی بیاد یه جهانی رو هیچ یا پوچ و یه جهان دیگر مهم بدونه، این یه مقداری از نظر عقلی درست نیست. یعنی خدایی که این جهان رو ساخته بر اساس باور اونا، عرض کنم اون جهان دیگر هم ساخته، بنابراین خدا چرا یه جهان بیهوده و پوچ بسازه؟ یعنی اینجا یه پرسش خیلی جدی مطرحه. به همین جهت است که آنها که در این زمینه مطالعه یا حرفی زدن، حرفشون این است که نه، این جهان هم جایگاه خودشو داره، به اندازه خودش هم اهمیت داره، تازه این جهان یه جهان آزمایشه که افرادی که همین باور رو دارن که ما به خاطر کار خوب تا پای جان هم میریم، پس نشون میده که ارزش این جهان داره، که تأثیر کار خوب این جهان فواید بسیار در اون دنیا داره. یعنی فرض بفرمایید شما یه کار خوب اینجا میکنید، 100 تا پاداش اونجا میگیرید، پس این جهان جهان بسیار با ارزشیه. من اگر یه جایی کار میکنم بعدن حقوق 100 برابر میگیرم که نمیتونم بگم این جای بی اهمیتی است. پس میبینید این حرفا در یه تضاده. پس این شماره یک که همچی استدلالی بکنه. دوم این که یک کسی این رو در چارچوب عمل خیر و خوب بکنه، من میتونم بفهمم
که من کار خوب میکنم به خاطر اینکه کار خوب خوبه. اگر فکر میکنن دارن کار خوب میکنند، اون موقع این پرسش مطرح است که اگر قرار بود این کارا به همین محکمی به صورت خوب در بیاد، چه ضرورتی داشت که به انسان آزادی خوب و بد رو بدن؟ اگر هم فکر کنن نه کار بدی دارن میکنن یا کار عجیب و غریبی دارن میکنن، خب یه عقل سالم کاملی با یه همچین مقدماتی اون نتیجه گیری ها رو نمیتونه داشته باشه. یعنی چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، اگر این افراد درگیر گفتگو بشن، یعنی بگن که ما میخوایم حرف بزنیم و بحث بکنیم و بگیم که مثلا این برداشت ماست یا نظر و یا حتی برخی از آنگونه که خودشون و شما اشاره فرمودید استدلال ماست، خب باید قواعد و اصول گفتگو و استدلال رو بپذیرن. اینجاست که من باش مسئله پیدا میکنم، یعنی در آنچه که فرمودید. بعدم موضوع این است که اگر قرار بود که ما در جهان با مرگ و نابودی خوبی رو بسازیم، خب خود این که اصلا با نابودی شما میخواید خوبی رو بسازید یه مقداری در یه تضادی قرار میگیره. چرا ما نیم از طریق خوبی خوبی ها رو بسازیم؟ چرا من از طریق مهربانی مهربانی رو پخش نکنم؟ چرا من از طریق دوستی دوستی رو توسعه ندم؟ چرا من از طریق علم علم رو توسعه ندم؟ چرا از طریق صلح صلح رو مستقر نکنم؟ چرا ما هنوز داریم همون بازی تاریخی رو میکنیم که از طریق جنگ میخوایم صلح درست کنیم، از طریق ظلم میخوایم عدالت رو برقرار کنیم، از طریق ساختن زندان میخوایم آزادی به وجود بیاریم؟ خب اینم یه طرف قضیه است. دوم این که آیا واقعا این افراد از سر آگاهی و آزادی و از سر میل به سازندگی این کار رو میکنن، یا آگاهی در یه پرسشی میره که آیا چقدر میدانن، آیا آزادن یا به نوعی مجبورن؟ آیا واقعا اینا ناشی از آسیب‌ها و ظلم‌ها و فشارهایی است که بر اونها وارد شده؟ خیلی از اوقات هم باید مسئله رو این گونه دید که مثل هر موجود دیگری، مثل هر حتی حیوانات دست به یه طغیانی میزنن، یا اینکه نه واقعا این مسئله به عنوان یه راه و روش. اینا پرسش‌های خیلی عمیق و سنگین و جدی است، همونطور که خودتونم اشاره فرمودید، که چون من نمیخوام خاطر کسی را آزرده کنم در هیچ جهتی، دلم میخواد بدونیم که یه روزی بخوایم راجع بهش صحبت کنیم صمیمانه و صادقانه و با این نیت که من بعد از گفتگو خواهش و تمنام این است که شما عقیده و نظر خودتون رو نگه دارید و من رو هم رها کنید. اگر با این نیت حاضر به بحث باشیم، خواهیم دید که موضوعی پیچیده‌ای هستن، چون غالب اوقات 3-4 فرض ظاهراً کوچک رو ما روی هم می‌ذاریم که اینا مفروضات بسیار مهمی هستن و بعدش می‌خوایم یه دنیایی رو بسازیم، خب مسئله خواهد داشت. بنابراین همه اونا مسئله است. همونطور که یه نگاهی از این طرف کردن که پس اونا یه عیبی دارن، ما خوبا هستیم، یه ذره جای گفتگو داره و به همین جاست که به نظر من یکی از سخن‌ها این است که اگر ما درباره این نوع فعالیت‌ها اینقدر راحت حرف می‌زنیم، ای کاش که یه دهمونم وقت صرف میکردیم که چرا مردمی به اینجا میرسن، کدام سطح آگاهی، کدام سطح زندگی، کدام فشار، کدام ظلم، کدام زور، کدام تحمیل، کدام زندان هست که آدم ها رو به اونجا میرسونه، و آیا ما که خوبیم چه نقشی در جهت به وجود آوردن اونا داریم؟ یعنی اینا پرسش های اساسی باید مطرح بشه. قربان، سپاسگزارم و با عرض معذرت از این پرچونگی که میکنم، من اینطور حس کردم که جناب علی هم با روح و زنده بودن اون معتقد هستید و حتما دنیای دیگه هم باید وجود داشته باشه و روی همین حسابم احضار روح میکنن و از روح در مورد زندگی گذشتش و آیندهش صحبت میکنند. فکر میکنم جناب علی هم در این رابطه. من حالا این که من چه باوری دارم، چون احتمالاً نه اهمیتی داره و نه فرقی میکنه و شایدم ترجیح چنین باشه، اون اجازه بدید بگم که کلن من به وجود خدا و اینکه انسان علاوه بر این جنبه مادی احتمالاً یه جنبه غیر مادی داره باور دارم. اما همطور که میدونید موضوع روح حالا یه مطلب دیگری است. شما اولا میتونید باور نداشته باشید، بگید همه چیز همین جهان فیزیکی و مادی است و این یه نحوه تفکری است که درصد بالایی از مردم مثلا در دنیای امروز دارن. دوم این که شما فرضتون بر این باشه که انسان علاوه بر این جنبه فیزیکی و مادی چیزی، حتی این لغت چیز رو هم همین گونه عرض میکنم، به اسم روح داره. اینجا شما دو تا راه دارید. یکی این که روح رو باز همچنان یه نوعی ماده بدونید، فقط حالا نوعی ظریف‌تر و لطیف‌تر مثل هوا و بخار و دود و گاز. یکی این که اونو غیر مادی بدونید.
و اگر غیر مادی دونستید دیگه توی این بدن نیست، توی این جهانم نیست که بعدن بتونید ببرید و بیاریدش. پس بنابراین اون گروهی که روح رو حقیقتی غیر مادی میدونن و فرضشون بر این است که بر اساس یه مقدار استدلالات اصلا یه حقیقتی است که ماده نیست و قوانین مادی برش حاکم نیستند و گذشته و حال آینده و نداره، یه زمان و مکان هم نداره. بنابراین گروه اولی که همچنان روح رو یه چیز مادی میدونن که توی بدن است و میره و میاد و این تخیل بیش از همه شایع هست، خب بعد قصه احضار روح مطرح میشه. اما متاسفانه بنده چون دنبال این کار به دلیل اینکه از کجا میاد و چگونه است فراوان بودم، نه تنها در ایران و امریکا که یکی دو جای دیگه که فرصتی بوده، تمامش از نظر من فقط بازی های ذهنی هست و مسائل انرژی. یعنی مطلقاً بنده این تصور رو ندارم که کسی روحی رو یا میاره یا اون روح حالا مثلا به هر دلیلی آگاه هست به هر چیزی. اینا همش بازیه و به همجرد است که داستان احضار ارواح فقط به 5-6 تا صورت اتفاق میفته که این 5-6 تا صورت رو هم همه نشون دادن چگونه از نظر بدنی و مخصوصا انرژی و روانی کار میکنه. یعنی این داستان نمیدونم لیوان و شماره ها و اسم و اینها، و بعدم میدونید که اینا معمولا اطلاعات خاصی رو اونم به طریقی که بعضیاشو میدونیم چگونه هست رو اگر تازه ارائه بدن ارائه میدن. اینه که قصه احضار روح و پرسش و پاسخ و اینا غالب اوقات به نظر من بازی است و خیلی هم بازی ساده ذهنی است و انسان باید خیلی چیزا رو مثل مطالبی که با هم صحبت کردیم یه 10-20 تا فرض و اصل رو همینجوری زیر پا بگذاره تا به اون نتایج برسه، بعدم براش هیچ فایده‌ای مترتب نیست و کاری هم نمی‌کنه. این است که با وجود باوری که انسان میتونه به روح داشته باشه، اگر داشته باشه، همچنان میتونه دور باشه از هر نوع گفتگوی مربوط به احضار روح یا دخول روح یا خروج روح یا همه اینا، چون عرض کردم در سطح جهانی و در باورهای کسانی که در این زمینه چه در چارچوب مذهبی چه در چارچوب فلسفی کار کردن، مطالب معمولا به صورت، امیدوارم این جسارت من خیلی ها ببخشن، عوام زده کودکانه یه مقدار کمدان ها نیست، برای که اونا خب مطالب رو همینجوری میفهمند و سرهم میکنند و آماده هستن در جهانی این چنین مرتب و منظم به دلیل عدم آگاهیشون موضوع ها رو به یه جاهایی ربط بدن. این است که بعدم شما میتونید یه مقدار تیپ های روانی هستن، مثل که حالت های آدم هایی که اسکیزو تیپالن یا اسکیزو افکتیون، حالا اسکیزوفرنی که سر جای خودش، اصولا اصلا مشخصه روانی اینا همین باورها و اعتقادات و تجربیات حسی عجیب و غریب و خبر از یک جهانها یا موجودات یا گذشته و حال آینده به صورتهای عجیب و غریب داشتنه. و اینا رو شما وقتی با بقیه ویژگی‌های روانیشون همراه میکنید کاملا غیر عادی بودنشون رو میبینید، مخصوصا متوجه میشید که 2-3 چیز رو، یکی بین 3-6 سالگی غالب این افراد در یه شرایط نامناسبی بودن که اون زمینه هایی که باید برای استدلال عقلی و منطقی درشون به وجود می آمده فراهم نشده. دوم اصولا جایگاه عقل و منطق و علم در ذهنشون بسیار محدود است و کم، و اصولا سیستمشون یه سیستم احساسی عاطفی هیجانیه با یه زمینه های توصیفی، حتی یه مقداری فعالیت های قسمت راست مغز خیلی خیلی بیش از حدیست که باید باشه و قسمت چپ کار نمی کنه، با مسائل کمی و عددی گرفتاری دارن. اصولاً غالباً در استدلالات فیزیکی و مکانیکی مشکل دارن. اگر تست هوش بهشون بدید اون قسمت مربوط به ماتماتیکال و مکانیکال و یا قسمت مربوط به اسپیس فضا رو همیشه کم میارن و اینا نشون دهنده یه ذهن و مغزیست که اصولاً اون توازن و تعادل رو نداره یا حتی یه مقداری آسیب خورده و به همین جهت است که آماده است که نیروهایی رو باور کنه. مثلا فرض بفرمایید شما بیاید اعتقاد داشته باشید که من مثلا کشوری رو عوض کردم یا عوض میکنم یا حکومتی میاد و میره، بعد بگید مثلا یه لغت و یه جمله به کار ببرید
و بعد فکر بکنید که دنیا رو میشه اینگونه جا به جا کرد، در حالی که شما سر ساده ترین مسائل زندگیتون باید مثل بقیه عمل کنید و ادعاهاتون هم غالبا درست نیست. بعدم وقتی شما تیپ شخصیتی این آدم ها رو میبینید، میبینید فرض بفرمایید از یه طرف آدم هایی هستن که حالتهای شیدایی و سرخوشی منیک دارن، 3-4 ساعت میخوابن، بسیار پر انرژی هن، بسیار وراجن، بسیار خوشخیالن، تو هوا پرواز میکنن، خطر و ضرر رو اصلا واقع بیرانه نمیتونن ارزیابی کنن، با واقعیت آشنا نیستن، بنابراین اون حالت منیک رو دارن. از جانب دیگه شما خودشیفتگی رو درشون میبینید، یعنی آدم های نارسیسیستیکی که فکر میکنن مدار و محور خلقتن، توجه همگان رو میخوان، بعد باور میکنن که یه نیروهایی دارن، یه انرژیهایی دارن، یه قدرتهایی دارن، در حالی که هیچ کدوم از اینا در جهانی که اینا مدعی هستن و با ابزار میشه اندازه گرفت اینا نشون نمیده، یا اگرم فرض بفرمایید بار الکتریکی بدنشون بیشتره که یه عده بیشتره، همونطور که یه عده درجه حرارت بدنشون بالاتره یا حتی منطقه مغناطیسی بدنشون بزرگتره، اینا با خودش اون ادعاها رو نمیاره و اون کارا رو نمیکنه، ولی به خاطر این حالات وضعیت روانی و مغزی خودشون یا امواج مغزیشون به هم میریزه و در نتیجه شما با یک کسی روبرو میشید با ویژگی‌های خاص. همونطور که این کار رو شما میتونید اگر یه بچه‌ای به این دنیا بیاد در یه شرایط خاص قرارش بدید، مثلا فرض بفرمایید تنبیهش کنید، تحقیرش کنید، کتکش بزنید، او در یه مرحله‌ای از قهر و خشم قرار میگیره که برخی از اوقات حاضر شما رو بگیره و با خودش تو آتش ببره و هر دو بسوزید. علتش هم این هست که برای او مرگ و نابودی شما به مراتب مهمتر از درد و رنج خودشه، در حالی که یه آدم سالم به مسئله درد و رنج خودش فکر میکنه. اینکه من به شما 10 تا مشت بزنم، به اون یه مشتی که شما به من میزنید فکر میکنم که اینه که به من ضربه میزنه و من برای چی به خودم یه همچی دری رو وارد کنم. ولی اگر من کینه شما رو دارم و رنج شما حتی بیشتر از لذت خودم و رنج شماست که اهمیت داره نه رنج خودم، خب معلومه من به جنگ شما میام که تازه شما بیشترم منو به آسیب میزنید. شما پس میبینید حتی تیپ روانی آدم ها مثل است. این که یک کسی آماده تر رنج ببره، حتی میتونه در ورزش های شرکت کنه که اصلا اساسش نه تنها بر رنج، خطر مرگ داره و براش اصلا این هیجانه، در حالی که یه عده آدمی با مواظبت و مراقبت کوشش میکنن در زندگیشون از لذت بهره بگیرن و سراغ رنج نرن و اینو در ارتباط با دیگران هم دارن، حتی موجب رنج کسی هم نمیخوان بشن، حتی یه موجودی، حتی نسبت به گیاهان و حیوان هم یه شفقت و حساسیتی دارن. خب اینا برمیگرده به نحوه زندگی من و شما که در تحلیل نهایی در مغز من و شما اثر گذاشته. بنابراین امیدوارم این جسارت من و هر کس که میشنوه بهش برمیخوره ببخشه. کسانی که این باورهای عجیب و غریب رو در جهت توانایی ها و نیروها و موجودات و تغییر جهان و دگرگونی ها و قدرت های عجیب و غریب دارن آسیب دیدن. اینا غالبا با واقع بینی با مسائل برخورد نمی کنن و اگر هر کدام از اینا زیر یه مقدار نورافکن علم قرار بگیرن و تجزیه و تحلیل به خودشون میشه ثابت کرد که استدلالشون یا نظرشون غلطه، یعنی کار نمیکنه، اون وقت است که خب یه بهانه هایی رو در اون مورد میارن و تازه اون قسمت هایی هم که اینا ظاهرا مدعی هستن که داره کار میکنه رو کاملا میشه نشون داد چجوری کار میکنه، درست مانند اتفاقات عجیب و غریبی که من و شما مثلا رو صحنه تلویزیون میبینیم یا فیلماشو درست میکنن و الان تلویزیونایی هستن که 24 ساعت دارن این موضوعا رو پخش میکنن، ولی شما در تمام اینا میبینید که از یه مسیر معینی شروع میکنن، یه جایی میبرن، بعد مثلا مردم رو فوت میکنن میافتن یا آدما رو از رو صندلیشون که در حال چرخ دار هست و ماندن بلند میکنن، ولی تمام اینا رو دقیقاً میدونیم کی کار میکنه، کی کار نمیکنه، چه جوری کار میکنه. به همین جاست که اگر همین آدم با همین نیرو و توان ازش بخواید که احتمالاً موی سر یه آدم سفید شده رو سیاه کنه یا کفش یه آدمی رو که مشکی قهوه‌ای کنه و یا احتمالاً کوچکترین تغییری در رنگ قالی که اونجاست به وجود بیاره، تمام اون نیروی که آمده همه کار کرده اونجا معطل میمونه. چرا؟ برای که اون بازی اونجا کار نمیکنه و در نتیجه که خب وقتی شما میدونید این مجموعه چجوری کار میکنه، خود شما بدون اون ادعاها میتونید اون رو موجب بشید،
کجا کار نمیکنه، اون آدم هم هیچ جای دیگه خارج از اون نمیتونن هیچ کاری بکنن، خواه شما فر ازش چه نتیجه بگیری؟ نتیجه بگیری که اونا واقعا ادعاشون درسته؟ نه. مخصوصا وقتی هم که به زندگی و گذشته و حالشون نگاه میکنید، یا پرونده و برنامه هاشون رو میبینید، یا در همه جایی که یا به دنبال قدرتن یا شهرتن یا پولن یا روابط جنسی هستن که همیشه با اینا یه جوری گره میخوره، خب شما متوجه میشید با یه آدم احتمالاً یا خودفریب یا دیگرفریب یا هر دو، که هم خودش رو فریب داده هم دیگران رو فریب داره، در این زندگی میکنید. و خیلی هاشون هم به هر حال خیلی زود تای وجودشون میدونن که اینا چگونه بازی هست. یا فرض کنید خیلی از اینها که شما در شهرهای بزرگ اصلا به صورت شوهای خیلی شناخته شده هست که چگونه کارایی میکنن بسیار تعجب آور و حیرت انگیز، ولی اگر باشون کار بکنید به هیچ وجه باور به نیروهایی ندارن، بلکه معتقدن از خطاهای چشم و ذهن انسانی استفاده میکنن و به اکباره هواپیمایی رو غیب میکنن یا احتمالاً قطاری رو وسط صحنه هاشکار میکنن، ولی هیچ کدوم از اونها مدعی نیستن که یه نیروهایی در کاره، بلکه صمیمانه صادقانه میگن که ما یه نوع توانایی هایی رو به کار میگیریم و از یه تکنیک هایی در جهان امروز استفاده میکنیم و بنابراین مطلبی رو به شما نشون میدیم که ظاهراً یه چیزه ولی واقعاً چیز دیگریست و خطای چشم و گوش و حواس شماست که موجب میشه به ما اجازه بده ما مطلب رو یه نوع دیگه برای شما ارائه بدیم. بنابراین ما در یه دنیایی هستیم که اینا شناخته شده است و غالب این افراد هیچ جایی ندارن، به همین دلیل که شما هیچ دانشگاهی معتبری، حتی نیمه معتبری، حالا بگذاریم از مدارس علکی که به وجود آمدن و همینجوری هم با سرعت باد مدرک های عجیب و غریب صادر میکنن، شما هیچ وقت تو UCLA و USC و UC سان دیگو و UC ایروان و کل استیت نورثریچ و اینا هیچ استادی، هیچ بخشی، هیچ رشتهی، هیچ دانشی، هیچ کتاب علمی اصلا وارد این بحثا و گفتگوها نمیشه و اونها رو یه مقدار فریب و دروغ و بازی های جوامع مختلف میدونه که از همون داستان ساحر و جادوگر و حرفای عجیب و غریب گذشتگان یه نوعی به ما ارث رسیده و هنوز بسیاری از ما هم از نظر ذهنی و هم از نظر احساسی عاطفی آنچنان کودک و آماده این برای این حرفا که اونها رو میپذیریم. بنابراین در حالی که مطالب درست میتونه با مطالب یه مقداری غلط آمیخته بشه، ولی با یه دقتی میشه اینا رو تفکیک کرد و در حالی که شما همچنان میتونید باورها و اعتقادات خاصی رو داشته باشید که احتمالاً نه اینکه به از عهده اثباتش بر بیاد چون اصلا موضوع قابل اثبات نیست، همچنان یه جایگاهی داشته باشن، میتونید درگیر هر گفتگوی عجیب و غریبی نشید. به همین جهت هست که تفکیک بین درست و غلط و خوب و بد نه تنها به صورت کلی بلکه در هر مجموعه‌ای به نوعی باید مورد توجه قرار گیره. به هر حال حالا اگر خواستید یه وقت دیگه در این باره باز صحبت بیشتری خواهیم داشت، ولی سپاسگزارم که فرصتی دادید این مطالب مطرح بشه. اجازه بفرمایید با این مطالبی که فرمودید من یک دنیا سپاسگزارم و از واقعا به معلومات بی‌نهایت شما افتخار میکنم. فقط در کتاب نعمت الله شاه نعمت الله ولی یه مطالبی در مورد حکومت ایران نوشته که من دیگه خجالت میکشم که در این رابطه بخوام باز دوباره وقت جناب علی رو بگیرم و ممکنه پشت خطم کسانی باشن که اصلا من نفرین کنن. قربان نخیر، نترسید از نفرین، دعا ممکنه اثر کنم و نفرین حتما اثر نمیکنه چون باید اونجا بالاخره آدم باهوش و آگاهی باشه. درباره اون مطالبم میدونید گفتگو هست چون من اتفاقا در اون زمینه هم میدونم. بله. یعنی چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم یه توضیح و توجیهات داره، حالا یه موقع دیگه شاید با هم راجع بهش صحبت کنیم. سپاسگزارم. دنیا ممنونم. خواهش میکنم. لطف کردید. قربان شما. تمنا میکنم.